عرض ادب احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. 8 فوریه از چهارشنبه پس فردا کنفرانس مونیخ اتفاقاتی افتاده که به نظرم به شکلی ارتباط پیدا میکنه با امنیت منطقه، همینطور امنیت در جمهوری اسلامی. اولا رونمایی شد از اولین پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش به نام عقاب 44. یه موضوع سرلشکر باقری میگه کشورهای زیادی خواهان محصولات دفاعی ایران، یعنی جنگ افزارهای جمهوری اسلامی رو میخواند، یعنی به شکلی میخواد بگه که جمهوری اسلامی امروز در زمره صادرکنندگان جنگ افزار در آمده و تاکید روی همکاری ایران و کره شمالی. موضوع کنفرانس امنیتی مونیخ. کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از نهادهای خیلی مهم امنیتی جهانه، البته متعلق به بخش خصوصی است. بنیانگذارش هم یک نظامی خیلی سرشناس بوده، در دهه 60 میشه سال 1962 تا به امروز، ولی یه چیز حدود مثلا 60 سال از عمر به اصطلاح این نهاد میگذره، نهادی که هر سال از شماری از شخصیت‌های برجسته و سرشناس در سطح جهان دعوت میکنه که در اونجا شرکت داشته باشن. برای نخستین بار ایران و روسیه در فهرست دعوت شدگان نیستن، از اونها دعوت نشده. جمعه برگزار میشه، هم جمعه و روز یک شنبه هم ادامه داره. شاپور وقتی در پاریس بود از اون دعوت شد که در کنفرانس مونیخ شرکت بکنه. یک هیئتی آقای عباس خودی بختیار درش بود، آقای سند دیپلمات برجسته ایرانی، فکر کنم آقای میرفندرسکی که روزی سفیر ایران بود در روسیه، از اونم از دیپلمات های خیلی برجسته و کارآمد ما بود، اینها در این کنفرانس شرکت کردن. این مونیخ قد اهمیت داد به مسائلی که داره در منطقه خاورمیانه میگذره. کنفرانس مونیخ رو چندین نهاد حمایت و پشتیبانی میکنن، از جمله کراوس ویگمن که یک کارخانه تولید تسلیحات لئوپارد رو در آلمان همین ویگمن تولید میکنه، از پشتیبانان مالی این کنفرانس. همینطور سوکار یعنی شرکت نفت جمهوری آذربایجان که شرکت دولتی است، اینا از حامیان مالی این کنفرانس هستند. شاید باز تعجب نشه اگر امسال جمهوری اسلامی رو به این کنفرانس دعوت نمی کنن. به هر حال جمهوری آذربایجان اینقدر درک داشته و رهبرانش که بدونن سرمایه گذاری در کنفرانس مونیخ چقدر برای اونها اهمیت داره، درست برخلاف علی خامنه ای که اغلب روی اسب لنگ یا روی اسب مرده شرط بندی میکنه. یعنی یکی از استعدادهای این پیرمرد همین سرمایه گذاری روی اسب لنگ روی اسب مرده. به هر حال کنفرانس مونیخ، ببینیم که از دید امنیتی به قضیه نگاه بکنیم و مسائل دیگری هم هست. حالا اینا رو میخوام با چی در بیان بگذارم؟ با یک کارشناس مطالعات امنیتی در برنامه که آقای رضا کیهان عزیز اون رو هدایت میکنه. عزیز سپاسگزارم. عزیز سلام بلند بالا داشته باشم با آقای عرفان قانعی فرد از لس آنجلس. آقای قانعی فرد درود بر شما، خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه هموطنان عزیز و ارجمند در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن، افتخاری است خدمت حضرت عالی باشه. ممنونم. خب اول از کنفرانس مونیخ شروع کنیم. کنفرانسی که هر سال در بایرشهوف برگزار میشه، هر سال هم سنت بوده، همیشه در یه محل برگزار شده. اولی بار آقای خانفر ایران و روسیه رو دعوت نکردن، یعنی دو کشوری که با هم اتحاد داره، دو حکومتی که با هم اتحاد کردن و برای اینکه امنیت اروپا رو به هم بریزن. بفرمایید. عرض کنم کشورها به عنوان بازیگر در جامعه بین الملل اگر ازشون اسم ببریم، به عنوان بازیگران اصلی دو بازیگر در این کنفرانس شرکت ندارن، یکی روسیه است و یکی ایران جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در مدار کمونیست
روسیه حرکت میکنه، یعنی شیعه اثنی اشعری ملا یک طرف، طرف دیگه سکه میشه کمونیست کرملین. و سالگرد حمله روسیه به اوکراین هست، حمله بی سبب و علتی که دیکتاتور مستبد روسیه شروع کرد و این جنایت رو در اوکراین پدید آورد به خاطر حراس از گسترش ناتو و به خاطر پیوستن اوکراین به لیبرال دموکراسی اروپا. بنابراین همکاری ملا در ایران با روسیه باعث این محنت شد برای جامعه ایران به یک چیزی به سیاه روزی و انزوای بین المللی ایران افزوده بکن. و بعد قرار هست از چهره های اپوزیسیون ایرانی دعوت بشه، چهره های سیاسی، چهره های امنیتی ایرانی معمولا در این کنفرانس ها شرکت دارن، از پژوهشگران متفاوت در اندیشکده های متفاوت امریکاییه که هر از گاهی به صورت آنلاین یا به صورت حضوری اونجا حضور دارن، ولی در شرایط فعلی معلوم نیست کدام چهره سیاسی دعوت شده به این قضیه. و به هر حال اپوزیسیون ایرانی هم یک دست نیست، یک گروه های تجدید طلب هستن، گروه های اصلاح طلب طرفدار حکومت هستن، گروه های در واقع حامی فلسطین هستن توشون، ولی در واقع کدوم چهره سیاسی از کدوم جناح دعوت میشه تا این لحظه اعلام نشده. ولی تصور ذهنی ما هست که بیانیه کاخ سفید که امروز اعلام شد و خانم کامالا هریس حضور پیدا خواهد کرد، احتمالا رئیس CIA، در واقع شاید از اپوزیسیون ایرانی هم چهره دعوت بشه. و این کنفرانس امنیتی مونیخ اهمیت بسیاری داره به خاطر اینه که تهدیدهای امنیتی جهان در اینجا بررسی میشه، که تصورم بران هست بعد از آپارتاید و بعد از کمونیسم، اسلام رادیکال و اسلام تروریستی به عنوان تهدید شناخته شده در جهان معرفی شده که سر مار در تهران هست. و این کنفرانس بسیار حائز اهمیت از نظر سیاسی و از نظر امنیتی برای جهان مدرن در قرن 21. آقای قانیفه، به نظر میرسی که داره کشورهای غربی دارن به این اجماع میرسن که باید پرونده جمهوری اسلامی رو بست و دیگه نمیتونن این حکومت رو تحمل بکنن، با اینکه هم مسائل هسته‌ای هنوز مطرحه. آقای جوزف بوریل هنوز هم معتقده که نباید در رو بست، باید پافشاری کرد برای اینکه مذاکرات برجام به هر شکلی هست ادامه پیدا بکنه، ولی به نظر نمیرسی که غربی ها اون اشتیاق پیشین رو داشته باشن و میدونن که جمهوری اسلامی فردایی نداره، هر چی زودتر پروندهش بسته بشه به سود دنیاست. بخوام این استنباط درسته؟ بله کاملا. در سخنان جدید رئیس CIA در دانشگاه جورج تاون در 3-4 روز اخیر نشانگر آن است که حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی جهان هم به این نتیجه رسیدن که زنگ پایان جمهوری اسلامی رو باید به صدا در آورد. اما متاسفانه در جامعه، داخل جامعه ایران، چون عامل یأس، نومیدی، حراس از نشیب و فراز، ترس از ببر کاغذی جمهوری اسلامی و استبداد زمانه، و از طرف دیگه یک اپوزیسیون در امتداد جمهوری اسلامی باعث سردرگمی مردم شده، ولی مردم جامعه خودشون باید تصمیم خودشون رو بگیرن و با ارکستر ملی نغمه آزادی رو به گوش جهان برسونن. من تصور ذهنیم این هست که تصمیم گیرنده نهایی برای دفن کردن جنازه جمهوری اسلامی خود مردم ایران هست، ولی مردم تا این لحظه با اون حضور میلیونی که سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن هنوز تصمیم نگرفتن و از این تونل وحشت عبور نکردن. که چرا؟ چون دلایل بسیاری وجود داره، یکی از اونها هم شاید اینه که انتهای تونل رو و روشنایی انتهای تونل رو نمیبینن برای خودشون. اگر این رو براشون به یقین حاصل بشه، من تصور میکنم جهانیان رو هم در واقع کیش و مات خواهند کرد. ولی جهان به این نتیجه رسیده که استبداد ملا بر سر قدرت ادامه نخواهد یافت و آخرالامر مردم ایران تصمیم خودشون رو خواهند.
تشکر. توضیحات شما آقای خانیفه. بیریم وسط مسائل ایران. حالا ببینیم از دید به اصطلاح قواعد امنیتی معناش چیه. یکی این که خبرگزاری ها میگن، خبرگزاری جمهوری اسلامی که رونمایی شده از اولین پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش، میخوام اینا وقتی منابع امنیتی یا دفاعی و جهان غرب این خبر رو چی فکر میکنن در بارش؟ بسیار ساده است. در سال روز خمینی، یعنی در سال روز حمله ملای شیعه به ایران که بسیار خطرناکتر، پرهزینه تر و در واقع پرمخاطره تر از حملات دیگه بود به داخل ایران، یک ایرانی، جماعت ایرانی منتها در دست اجنبی اومدن ایران رو به این حال و روز انداختن در 44 سال پیش. و 5 ماه بعد از تظاهرات که تظاهرات ضد رژیم هست و هیچ ربطی هم به حجاب و غیر و ذلک نداره و به هر حال این نکته بسیار حائز اهمیته و خبرنگارهای وابسته به اصطلاح حکومت اعلام کردن که این نشانگر قدرت آسمان بودن جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی در آسمان قدرت داره، که خب شوخی هست به خاطر اینکه نسبت به کشورهای منطقه تأسیسات، تأمینات و در واقع پایگاه‌ها و امکانات رژیم جمهوری اسلامی از نظر دفاعی به ویژه در زمینه هوایی بسیار ضعیف و عقب مانده است. گزارش‌های متفاوت از جمله گزارش جدید پنتاگون رو بینندگان عزیز میتونن در گوگل سرچ بکنن، پی دی افش رو مطالعه بکنن و گزارش نهاد امنیتی وزارت دفاع آمریکا DIA در واقع منکر این قضیه هست. و نکته بعدی، سپاه با پهباد میخواد قلدرم آبی خودش رو به رخ بکشه و شیوه تهاجمی خودش رو. و نکته بعدی اینه که بیاد و به تقلید از کره شمالی بگه من دارای آشیانه های متفاوت در زیر زمین هستم و پیامی رو، سیگنالی رو برای اسرائیل فرستادن، این هم راه به جایی نمیبره چون کاملا نهادهای اطلاعاتی امنیتی از قدرت نظامی ایران مطلعن و بنابراین بیشتر یک نوع تبلیغات رسانه‌ای است، وگرنه پایگاه های زیرزمینی نیروی هوایی ارتش و عقاب 44 در واقع نمیتونه یک نوع قدرت برای ملاها محسوب بشه. ملا فقط تکیهش بر پهباد هست، تکیهش بر موشک پرانی، تکیهش بر تروریسم و شبکه های تروریستی و آخرالامر تلاشش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای. ولی از نظر هوایی خودش رو قدرت بنامه، این بیشتر یه شوخی هست و بالطبع مورد تایید نهادهای امنیتی نخواهد. آقا نیفر، صدای شکسته استخوان‌های اقتصادی رو هر روز داره به گوش میرسه. جمهوری اسلامی نقش زمین شده، مردم نان برای خوردن ندارن دیگه، اینا چیزایی نیست که اپوزیسیون بگه، حتی خود نزدیکان جمهوری اسلامی هم به این هم وقوف دارن و دائما دارن روش تاکید میکنن. آخه کسی که در این زمینه اطلاعات زیادی به ما داد حسین مرعشی بود، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، میگه ایران وسط آتش میسوزه، در آتش و راهی برای نجاتش نیست. البته میگه تنها راهش اینه که ما رو دوباره سر سفره برگردونید، ما رو از سفره قدرت دور کردید، اگه میخواد شما رو نجات بدی ما رو به سر سفره دوباره دعوت بکنید. نظرش حالا حضورت که از کنم حکومتی که به چنان وضعیتی رسیده که باید ما به قول همین آقای مرعشی زمین بفروشه، چند زمین و همینطور چند باشگاه رو برای اینکه بتونه تأمین مالی کنه برای خودش. دولت جمهوری اسلامی، دولت یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا، سلشکر باقری، یه خیلی از کشورها هستن که محصولات دفاعی ما رو میخوان، یعنی جنگ افزارهایی که ما تولید میکنیم. این وسط به جایی که اینها برسن به وضعیت مردم، کماکان دارن روی مسائل به اصطلاح جنگی و اون چی که به نظر تهدید نظامی بیاد دارن تمرکز میکنن. میخوام باز از دید شما که این قضیه یعنی چی
همه ما میدونیم توان و قدرت نظامی جمهوری اسلامی چیست و این تمام این نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مثلا ممکنه چند ساعت در برابر یک حمله همه جانبه ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل دوام بیارن. بفرمایید. عرض کنم که باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح کل کشور هست و تمام حرکت‌های تروریستی و تهاجمی جمهوری اسلامی در هر کدوم از گروه‌های نظامی بدون اطلاع ایشون رخ نمیده و به هر حال ایشون مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در توسعه تروریسم جمهوری اسلامی داره. حالا برخی ها خوشخیالن میگن ایشون تحصیل کرده است، نمیدونم فلان، این بحثای شوخی هست، ولی در عالم واقع ایشون وابسته به روس هست و تصورش بر این هست که بر مدار روسیه و کره شمالی حرکت کردن و تیکه بر دیوار روس و چین عامل دفاعی خواهد بود، عامل بازدارنده خواهد بود، که نظریه بازدارندگی از نظر امنیتی و نظامی هم در اینجا ره به جایی نمیبره به خاطر اینکه عقلانیتی در تغییر رفتار نمیبینیم. بنابراین جنگ نامنظم از دید اینها هم خیلی دارای عقلانیتی نیست و شیوه و برنامه‌ای هم نداره و بیشتر برنامه‌شون تهاجمی هست. با برنامه تهاجمی در قرن اخیر، با این نوار امنیتی که در حوزه خلیج فارس وجود داره با قطبیت عربستان و با همکاری اسرائیل و امریکا بعد از قرارداد ابراهیم، بنابراین ایران در انزوای کامل هست. همراهی ایران با کره شمالی و روسیه یک نوع انزوا رو برای ایران به بار آورده، وانگهی ایران به عنوان تهدید امنیتی در جهان مدرن شناخته شده. حالا امروز در واشنگتن مجلس سنا و مجلس نمایندگان در این باره صحبت خواهند کرد که به احتمال خیلی قوی گزارش CIA رو خواهند خوند درباره تهدیدات رژیم ملایان در تهران. و روز جمعه در کنفرانس مونیخ دوباره تهدیدات جمهوری اسلامی به گوش جهانیان خواهد رسید و این ره به جایی نمیبره. باقری هم در واقع تنها دلخوشیش موشک کروز آسف هست و همکاری ایران و کره شمالی که در مقایسه با بازار تسلیحاتی جهان مدرن هم بیشتر به یه شوخی شبیه هست و فکر نمی کنم که این در واقع بیانگر قدرت باشه، بیشتر یه تبلیغات رسانه است. آقای عارفان، شاید تا چه حد درستی که شماری از این شبکه‌های تروریستی که تصادفاً اغلب هم در زمان قاسم سلیمانی ایجاد شدن، کشورهای مثل عراق و کشورهای دیگه، اینا برخی فرماندهانشون حتی شماری از شخصیت‌های مهم و ذی‌نفوذ در این تشکیلات با آمریکایی‌ها کار می‌کنن، همکاری می‌کنن با آمریکایی‌ها، باز در مورد این گروه‌هایی که دست ساخته جمهوری اسلامی است مشکلی ندارن. ببینید اخیراً که در عراق هستن و موفق شدن که هم اسباب تضعیف اونا رو فراهم بکنن، تضعیف جمهوری اسلامی، و هم پایه‌های حضور خودشون رو محکم‌تر بکنن. بفرمایید. عرض کنم کتاب خاطرات رئیس قبلی موساد منتشر شده و بینندگان عزیز میتونن مطالعه بکنن. در اونجا کاملا مشهود هست که چجوری فرمانده های سپاه در واقع میان با روسیه همکاری میکنن و روسیه اونها رو خریداری کرده. برخی از فرمانده های سپاه در واقع اطلاعات ایران رو در ترکیه یا عراق در اختیار امریکایی‌ها قرار دادن، در کتاب خانم رایس هست، و در واقع CIA هم آشنا و آگاه هست در استیشن های ایستگاه های اطراف ایران، میدونه که چه خبر هست. بنابراین این نفوذ امنیتی این اطلاعاتی ها از کشورهای جهان در داخل ایران امری مشهوده و دور از انتظار نیست و به هر حال هر کدوم از اینها تحلیل داده خاص خودشون رو دارن و بنابراین به کشور مطبوع خودشون گزارش لازم رو خواهند داد برای سیاست گذاری. خب اما پرسش آخر برمیگرده به این اقدام تازه پاره از شخصیت های مورد وسوق مردم در کنفرانس، همیاران شاهزاده رضا پهلوی، آقای حامد اسماعیلیون، خانم مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، آقای علی کریمی، آقای مقتدی است. و نظر عرفان رو میخوام. آقای عرفان، عرض کنم که جز شاهزاده که مردم بهش وکالت دادن و مورد اقبال و وسوق مردم هست، بقیه داستان بنده نمیشناسم، نمیدونم به کجا میره و این کلاف سردرگم رو
جنگ تبلیغاتی است برای حضور مجازی در یک جایی، و حضور مجازی هم لزوماً نشان دهنده مشروعیت نیست. مردم ایران اگر به شاهزاده رضا پهلوی مشروعیت دادن، به خاطر حمایت ایشون از تمامیت ارضی ایران هست. نوه رضا شاه کبیر که هر متجاوز و متجاسری رو سر جای خودش نشونده، بالطبع مورد قبول مردم ایران هست اگر از تمامیت ارضی دفاع بکنه. نه اینه که با کنه تروریست و کنه بسی و کنه غیره بشینه و در واقع راجع به چی مقدر بزنه. ایشون اگر موفقه اشاره به پرچم ایران کرد و گفت تمامیت ارضی، وگرنه بدخواهان تمامیت ارضی در واقع جایگاه و پایگاهی در داخل فرهنگ و ملت ایران ندارد. بنابراین من تصور ذهنی من هست که یک حضور مجازی در عالم سیاست بی‌معنا، ولی افکار عمومی هم باید متوجه باشه که مشروعیت و مقبولیت شخص از صندوق رأی به صورت حقیقی عبور خواهد کرد، نه به صورت مجازی در عالم مجازی با چهره هایی که اصلا معلوم نیست جایگاه و پایگاهش نظر تاریخی کجاست. من تصور ذهنی این هست که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شهریار ایران باید از صندوق رأی با حضور واقعی بتونه مشروعیت خودش رو دریافت بکنه، وگرنه جلسات مجازی، حضور مجازی در عالم واقع ره به جایی نیست. خب ولی بالاخره یه قدم به جلو دیگه. در چی؟ در چه زمینه؟ یه قدم به جلو در ایجاد تشکل، در ایجاد یک ستاد، بالاخره یه کاری نیروهای اپوزیسیون اومدن انجام بدن. یه گام به جلو ممکنه ما بهش انتقادم داشته باشیم، ولی به هر حال میشه از طریق دادن پیشنهادات، ابتکار عمل سعی کرد که قدرت چنین تشکیلاتی رو به افزایش بگذاره، مردم هم درش حاضر باشن. من با شما البته موافقم که کنفرانس ها باید حضوری باشه، مردم هم باشن در اینجا، رو کمک میکنه به روی مردم در درون کشور، ایرانی ها رو در ابعاد گسترده با هم ببینن. عرض کنم بنده واقع‌گرا هستم، نگاه فانتزی به قضیه ندارم، اینکه من رئالیسته، ولی من تصور میکنم با اینکه واقع‌گرایی اگر به قضیه نگاه بکنیم، نوه رضا شاه کبیر باید حافظ تمامیت ارضی ایران باشه، با افرادی هم نشین و هم صحبت باشه در شأن خودش و در شأن شهریار ایران. این توصیه دوستان از خواه پندگیر خواه ملال، اون دیگه به خودشون بستگی داره، ولی با مردم ایران باید رو راست بود و رک و صریح حرف رو زد. تنها چیزی که از تاریخ برای ما به یادگار مونده ایرانه و لاهه. تشکر میکنم. البته جای بحث داره، امیدواریم بتونیم، متاسفانه وقت نداریم، چون میشه در این زمینه خب صحبت کرد، ببینیم که چون افراد قرار نیست که همیشه روی موضع بمونن، ممکنه کسانی باشن که امروز خودشون رو با شرایط موجود در ایران انطباق دادن، اصلا نگاه دیگری پیدا کردن و مانیفستشون عوض شده، طرز فکرشون دگرگون شده، چون واقعا این جنبش انقلابی در ایران خیلی ها رو عوض کرد، خیلی ها. کی ما شعارهایی میشنیدیم که پاکی از همبستگی مثلا مردم بلوچستان و کردستان و تهران باشه؟ نداشتیم. نشون میده که تغییرات اساسی بوده، یعنی ترک کردن روح زمانه رو و وضعیت موجود در ایران. بفرمایید. گفتن از سنندج تا زاهدان جانم فدای ایران، و مردم پهلوی رو صدا زدن به عنوان یه برند مثل اپل، مثل آمازون. مردم ایران نیومدن اسامی دیگه ای رو که هیچ پایگاه و مشروعیتی ندارن، دستوس اجنبی بودن، رو در خیابون صدا بزنن. این خودفریبی است. و من فکر میکنم تنها چیزی که برای مردم اهمیت داره ایران، اسم ایران، نام ایران، ملت ایران است. و اینه که دنبال افکار کمونیستی ارتش سرخ را بیفتیم بعد از 80 سال بگیم ملت ملت ملت، این نشان عقب ماندگی است. و من تصور نمیکنم جامعه ایران عقب مانده باشه. نسل جوان نسلی پویاست و شاهزاده رضا پهلوی هم نمیتونه ایران رو به مزایده بذاره. باید حافظ ایران باشه اگر میخواد در مسند شهریار باقی. خیلی بدگمان شدید. بنده همیشه آدم رگویم و واقعگرا. این خیلی به شرط خب هست. این بحث رو باید دنبال بکنیم دیگه. لازم هم از نظر دوستان صاحب نظر رو هم جویا میشیم حتما. تشکر میکنم از آقای رضا کیهان عزیز. آقای غالیفر سپاس از حضور شما، تا گفتگوی دیگر. عرض ادب پاینده ایران.